مامان ول کن این حرفا رو، دیگه کار از کار گذشته. من هر چه زودتر باید به جمیله حرف بزنم. این مسئله رو فقط پلی میتونه حل کنه. تو به پلین بگو جمیله رو راضی کنه با من حرف بزنه. همین. باش. اما امروز روز ملاقات بود. هر روز که ملاقاتی نمیده. مامان اون قسمتش با من، تو نگران نباش. فردا کاری میکنم جمیله و پلین هم دیگه رو ببینن. خب؟ باشه. یکم دیگه میان خونه با پلین حرف میزنم. باشه. من تو قهوه خونه منتظر میمونم. تو با پلین حرف بزن و خبرم کن. باشه. مته تو برو، من یکم کار دارم. چه کاری؟ باید برم کتاب خونه. میخوای منم بیام؟ نه لازم نیست، تو برو. چطوری؟ تو کی هستی؟ نمیخوای سلام کنی؟ سلام. چی کار داری میکنی؟ کدوم کار؟ تو جاهای مختلف وقت و بی وقتی دفعه جلوم سبز میشی، درست مثل یه دوست قدیمی با هم رفتار میکنی و به هم کمک میکنی، بعد یه دفعه میذاری میری، بعد دوباره یه هو سر و کلت پیدا میشه و جلوم سبز میشی. چرا؟ میخوای بریم یه جایی بشینیم حرف بزنیم؟ میخوای؟ نمیخوام. هر چی میخوای بگی همینجا بگو، گوش میکنم. تو کی هستی؟ اینجور که معلومه فکر درگیره. تو منو میترسونی. کارتمو داشته باش، شمارم روش نوشتم. اگه خواستی منو ببینی تو به من زنگ بزن، اون موقع هم دیگر میبینیم. تا اون موقع هم قول میدم دیگه جلو پات سبز نشم. آبجی مامان چطور بود؟ خوب بود؟ آره خوب بود. ما کی بریم ببینیمش؟ به زودی. منم میخوام مامانم رو ببینم. باشه عزیزم. تو حالت خوبه؟ این چه سوالیه؟ وضعیتمون معلومه دیگه، میخواین پاشم برقصم؟ راست میگی، ولی مامان بزرگم اصلا حرف نمیزنه. هممون خستیم، کم درد سر نداشتیم که. تو امشب خیلی پر حرف شدی. نه دیدم هیچ کس حرف نمیزنه، گفتم حداقل من یه حرفی بزنم، فقط همین. دستتون درد نکنه. نوشه جون، مامان بزرگ دستت درد نکنه، خیلی خوشمزه. نوشه جون دختر. آبجی آیلین واسه من کتاب داستان میخونی؟ الان بخونم؟ زود باش دیگه آبجی. غذا تو خوردی؟ نه نخوردی. میشه بعدم بخورم؟ باشه بیا بریم. مامان بزرگ چیزی شده؟ امروز علی اومده بود اینجا؟ تو خونه؟ آره. یعنی اومد تو؟ آره. عصبانی نشو، من اجازه دادم بیاد تو، گفت میخواد یه حرف مهم بزنه.
صبح میخواست به منم یه چیزی بگم و گوش نکردم. آره همون مسئله است. علی گفت که اون زنی که یه شرط گذاشته که اگه جمیله از علی طلاقشو بگیره منم از شکایتم میگذرم، جمیله آزاد میشه، از زندون و مجازاتم خلاص میشه. علی گفت که خب علی دیگه چی گفت؟ پلین مامانشو راضی کنه. من حتما باید جمیله رو ببینم. اون میخواد حرفای زنیکه رو به جمیله بگه. طفلی جمیله. واقعیتش فکر بدی نیست. مامانم از زندان آزاد میشه، از دست بابامم خلاص میشه. فکر خوبیه. هرچند قبلا سر حرفش نموند، گفته بود شکایت نمی کنم، ولی شکایت کرد. اما چیزی عوض نمیشه، از این بدتر نمیشه که. خب کی میتونم به مامانم بگم؟ تا ملاقات یه هفته دیگه مونده. گفت که فردا بیاد جلوی زندون، من یه کاری میکنم مامانشو ببینه، اون حلش میکنه حتما. خب باشه. یعنی قبول کردی؟ آره مامان بزرگ، قبول کردم. میگم که اینم داد به من، بدم به شما، گفت لازمتون میشه حتمنی. مامان چی کار کردی؟ حرف زدی؟ گفتم قبول کرد فردا صبح بیاد اونجا. ممنونم مامان، ممنون. سلام دخترم. این دیگه چیه؟ این ساکو بگیر مستقیم برو اتاق مدیر، بده به مدیر، نه چیزی بگو نه چیزی بپرس. اگه چیزی پرسید چی؟ هیچی نمیپرسن، مامانتو میبینی.
بیا تو. در رو ببند. بفرمایید. تو میتونی بری. میتونین حرف بزنین. مامان. مامانم. چیزی شده؟ امروز روز ملاقات نیست، چرا اومدی؟ باید یه چیزی بهت بگم مامان. خیره؟ مامانم منتظرته. بیا داخل. بیا بیا. سر پا وای نسا، بشین. صورتت چی شده؟ کبوده؟ افتادم، چیز مهمی نیست. چجوری؟ چیز مهمی نیست، میگذره. چی میخوای به هم بگی؟ خیلی منتظر بودی؟ نه، منم تازه رسیدم. میریم پیش وکیل دیگه، نه؟ آره میریم. پلین، اگه اشتباهی کردم معذرت میخوام، اما راستش حس میکنم بعد از دوام با هاکان تو از دستم دلخوری. نه اصلا اینطوری نیست، یعنی فکرم خیلی مشغوله. شاید در حق تو یا هاکان بی‌انصافی کرده باشم. ازت میخوام که منو درک کنی. یکم اوزان به هم ریخته است، بذار سر حالشم بعد حرف بزنیم. باشه، هر جور تو راحتی. خب بریم. دوره؟ نزدیک دانشگاه است، پیاده میریم. پلین باهات صحبت کرد؟ برای جریان رو توضیح داد؟ آره گفت، ولی من میخوام از زمان خودت بشنوم.
همینجاست. من این وکیل رو میشناسم. این از دارو دستی احمده. برو قضیه رو به رسول خبر بده. امانتی رو ازش گرفتی بیا. ما همینجا جلوی ساختمون منتظرتیم. باشه. با این مدارک و اطلاعاتی که شما دارین میدین، باید بگم که وضعیت جمیل خانم خیلی خوب به نظر نمیرسه. ولی از الان نتیجه گیری کردن کار درستی نیست. روش کار میکنیم. من همه یه سعیمو میکنم. یه قضیه یه دیگه هم هست. یعنی چجوری بگم؟ اون خانمی که با سپس گرفتن شکایت شرط گذاشته؟ بله. شما از کجا میدونی؟ خب پیشبینیشو میکردم. حالا شرطش چی هست؟ اگه مامانم درخواست طلاق بده، اون خانم شکایتشو پس میگیره. تو این وضعیت چی کار میتونیم بکنیم؟ این وضعیت میتونه به نفع جمیل خانم باشه، اما اونجوری هم که به نظر میاد راحت نیست. ببینیم جمیل خانم اینو قبول میکنه. از لحاظ عاطفی شرایط خیلی سختیه. بیا بریم. آوردیش؟ اینو بگیر. دفتر وکالت صدا برو ببینم چی کار میکنه. کارو تموم کن و بیا. باشه. شما الان باید این وکالت نامه رو امضا کنین و به من وکالت بدین. بعد از این منم کارهای لازمه رو شروع میکنم. هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. ممنونم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خدا خوش اومدین. ای وای، ببخشید اینقدر درگیر بودم که یادم رفت در مورد دستمزدتون صحبت کنم. چقدر من و احمد در مورد این موضوع قبلا با هم حرف زدیم. خودش بهتون میگه. اما من نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. یعنی نمیشه. احمد جان تو یه چیزی بگو. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. کارولین میگه اگه تو درخواست طلاق بدی اونم رضایت میده و شکایتشو پس میگیره. اگه شکایتشو پس بگیره تو هم آزاد میشی از اینجا. اینجوری هم تو و کارولین میتونین راحت کنار هم زندگی کنین.
شاید بچه دارم بشین، کنار هم یه زندگی خوب داشته باشین. براتون خیلی خوب میشه. جمیله، ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. منفجر شده. تو چی میگی؟ چه بمبی هایی؟ احمد زخمی شده. کدوم احمد؟ احمد خودمون دیگه. احمد ما؟ از دوستا شنیدم بمب منفجر شده. یکی هم پیشش بوده. کی پیشش بوده؟ یه زن. زنه چی شده؟ گفتم وقتی بمب ترکیده پیش احمد یه زن بوده. زنه مرده. زنه مرده. چی کار کنیم؟ زندگی من داغون میشه. منم مثل سابق تنهایی رو تحمل میکنم. از بین شما خودم رو میکشم کنار. یه زندگی خوب و تقدیمتو میکنم. آره جمیله، اگه قبول نکنی باید چندین سال تو زندان بمونی. مگه من دیروز افتادم تو زندان؟ من چند سال تو زندانم؟ تو خجالت نمیکشی اومدی به من میگی کارولین اینو گفت کارولین اونو گفت؟ مگه من غرور ندارم؟ من طلاق نمیگیرم. چی؟ طلاق نمیگیری؟ چی شد؟ جا خوردی؟ انگار خیلی مطمئن بودی از شرم خلاص میشی. جمیله خواهش میکنم حماقت نکن. حالا من احمق شدم؟ حالا دیگه فکر میکنی احمقم؟ آره؟ صداتو نبر بالا جمیله. چه خبرته؟ جمیله تو رو خدا منطقی باش. نیستم. بس دیگه. منطقی باش، عاقل باش، به فکر بچه‌هات باش، به فکر زندگیت باش. تو هم برو با زنای مردم خوش باش. اون موقع عقل تو کجا بود؟ اون موقع منطقت کجا آروم بود؟ آروم باشین. دارین منو میندازین تو دردسر. یا مثل آدم آروم صحبت کنین یا میندازمتون بیرون. حرف آخرت همینه جمیله. وقت ملاقات تمومه. جمیله. 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 آره جمیله. به فکر خودت باش. ببرش تو بند. به سلامت. به سلامت. جمیل. خیر باشه جمیله، واسه چی صدات کردن؟ اینم چقدر خودشو میگیره. ببین چه ادایی در میاره. فکر میکنه کیه؟ ادبش میکنی. که منفجر شده بود زخمی ها رو آوردن اینجا. کجا؟ فقط سه نفر رو آوردن اینجا. حالشون چطوره؟ نمیدونم، از اورژانس بپرسین. ای
برو کنار. نمیشه بری تو. با تو هستم. آروم باش. ما دوستای احمدیم. شنیدیم بمب منفجر شده. گفتن یه خانوم مرده. پرسو خودمون رسوندیم اینجا. ما هم نگرانیم. یه چیزی بگیم. مگه نشنیدی نمیتونیم بریم تو. نه من دختر رو برو بیرون دیگه. نمیشه بری تو. برو بیرون. شش کنار. برو بیرون. بچه ها. بل کنین. من اینا رو میشناسم. بذارین برن. برو اونبر ببینم. دختر چی شده؟ زهر ترک شدیم. ما مردیم. خودم هم حالم بده. سلام. گفتن بوم ترکیده. یه خانم مرده. ما هم فکر کردیم. خب حالا خدا رو شکر خوبی. نگران نباش خوبه. خدا بد نده احمد. ممنون. بلا بدور. ممنونم. من بیرونم، منتظرت میمونم. همه جا رو گشتن، بمب خرابی به بار نیاورده. کسی که بمب گذاشته هدفش خراب کردن نبوده. اگه میخواست جایی رو خراب کنه یا ما رو بکشه، به جای بمب صوتی یه بمب ساعتی کار میذاشت. بمب صوتی بوده؟ آره، معلومه که میخواستن ما رو بترسونن. البته فعلا این کار اینجا تموم نمیشه، بدتر میشه. داری گریه میکنی؟ نه بابا، گریه کدومه؟ فکرم گریه میکنی. اونجا چیکار کردی؟ حالش چطوره؟ من کاری نکردم، پانسمانشو دارن تموم میکنن. خدا رو شکر چیزیش نیست. اونا یکم دیگه مرخص میشن. چرا نموندی؟ چرا زود اومدی بیرون؟ اون مردی که احمد از کنارم جام نمیخوره که، مگه ندیدی؟ دیدم، ولی این به تو چه ربطی داره؟ آخرش این احمد یه بلایی سر پلین میاره. حالا میبینی، الانش هم آورده. این اتفاق رو ببین، پلین چجوری اینا رو نمیبینه؟ چطور میتونه اینقدر کور باشه؟ این آنارشیست. این چه ببخشید. دیگه میتونین برین. ممنون. همه ی اینا تقصیر منه. اگه من نبودم اینا. نه احمد، تو میخواستی به من کمک کنی، اصلا تقصیر تو نیست. احساس گناه میکنم. اون بمب به خاطر من منفجر نشد، نه؟ آره. اینجور چیزا، حتی شایدم بدتر از اینا میتونست اتفاق بیفته. الانم تو خطریم، حتی شاید بعدن. همینطوره. تو خوب اینا رو میدونی، حقیقت اینه.
فکر میکنی من نمیدونم؟ از اعتقادات دست بر میداری؟ نه، دست بر نمیدارم. بریم؟ بریم. اگه بخوای میتونی دستمو بگیری. آماده ای؟ آره، کارمون اینجا تموم شد. خوبم مامان، نگران نباش. تو روزنامه خوندم توی دفتر وکالت بوم گذاشتن، اسم تو هم جزو زخمی ها بود. شما ها خوبین؟ خوبیم. شما خیلی شایعاتو باور نکنین، الکی بزرگش کردن. بزرگش کردن؟ بوم منفجر شده، این کجاش بزرگ کردنه؟ تو چطوری عزیزم؟ وضع پات بده؟ خوب معاینه کردن؟ خوب پانسمانش کردن؟ من با دکتر حرف میزنم همین الان. مامان همه جا رو به هم نریز، همه چی رو به راهه، ما هم خوبیم، نگران نباش. الان داری میری؟ دارین میرین کجا؟ عزیزم همه کار زندگی دارن. پلینم، من میرم خونه، میخوام استراحت کنم. باشه من میبرمتون، بیاین سوارشین. بودی کاری نمیتونیم بکنیم، مامانم دست بردار نیست. بیاین دیگه. پس ما هم بریم. باید بفهمی مسبب این کار کی بوده. شما برای جلسه آماده باشی. باشه. احمد بیا. دارم میام مامان، فعلا خدافظ. به امید دیدار. یادتون نره وکالت نامه رو بیاریم. وکالت نامه رو؟ اگه قرار باشه وکیل جمیل خانم بشم باید به هم وکالت نامه بدیم. زندگی ادامه داره. خب بگیم ببینم تو دفتر وکیل چی کار داشتی؟ من پارک کنم بیام. باشه. چی شده جمیله؟ ناراحتت کرده؟ چی؟ علی آقا رو میگم. ناراحتت کرده؟ شایدم میخواد برات خود شیرینی کنه. ها؟
تا خبرو شنیدم زود خودم رو رسوندم، مستقیم رفتم دفتر وکیل. اول پلیسه نزوش برم تو، فکر کنم خبرنگارم. بعدشم جلوتو نگاه کن، یه وقت تصادف میکنیم. باشه باشه، ساکت میشم. سلام، من دنبال یه دانشجو میگردم، اسمش پلینه. تو کدوم دانشکده است؟ حقوق میخونه. من حقوق نمیخونم، نمیدونم، ولی اون پسری که اونجا نشسته حقوق میخونه، از اون بپرسین. پشت میز اون خانوما نشسته. باشه، ممنونم. سلام. سلام، من دنبال یه نفر میگردم که حقوق میخونه. شما هم تو همون دانشکده این؟ بله حقوق میخونم. دنبال کی میکردین؟ پلین آکارسو؟ بله. شما چه نسبتی با پلین داری؟ من باباشم. من همکلاسی پلینم. بشنین لطفا. حتما تا خبرو شنیدین سری خودتون رسوندین اینجا. چه خبری؟ ولی نگران نباشین، پلین خوبه، جایی نگرانی نیست. یعنی چی؟ بمبو میگم. بمب؟ شما خبر نداشتی؟ یعنی چی؟ چه بمبی؟ باشه، ببینین اسم من هاکانه. خوب. همونطور که گفتم همکلاسی پلینم. خوب. امروز صبح یه اتفاقی براش افتاده توی دفتر وکالت. پلین چیزی شده؟ نه، نگران نباشین، پلین خیلی خوبه، حالش خوبه، اصلا جایی نگرانی نیست، اون حالش خوبه، چیزی نشده، چون بعد از اون اتفاق پلین رو دیدم. الان کجاست؟ تو دانشکده نیست، احتمالا رفته خونه. حالا که تا اینجا اومدین، حالا که همدیگه رو دیدیم، زود نرین، اگه ممکنه یکم بشینین، چون بد نیست بعضی چیزا رو بدونین. هرچی میخوای بگی بگو. بشین پسر، بشین. بعدن میبینمت. کجا؟ دارین میرین؟ ایشالا زودتر خوب شی عزیزم. تو خسته ای، یکم استراحت کن. نه، شما هم خسته این، میامدین تو یه نفسی تازه میکردین. من باید برم، کار دارم عزیزم، تو بمون. روز بخیر. خدافظ. به سلامت. بریم تو. اومدی مامان بزرگ، مهمون داریم. خوش اومدی. ممنون. بفرمایید. پات چی شده؟ بریم تو، بعدم برات میگم. بفرمایید. بفرمایید. پس اسمش احمده ها؟ بله. اون شبی که تا صبح تو قهوه خونه بغل کلانتری موندیم، احمد پیش پلین بود. آره همونه. پلین از این آنارشیست خوشش میاد؟ آره، ولی ببینین پلین یه دختر خوشقلبه، آدم دلرحمیه، یه دختر مهربونه، فکر میکنه همه مثل خودشن. فقط همینو کم داشتی. باش، معلومه تو پسر با خانواده و با شخصیتی هستی، ازت ممنونم. خواهش میکنم. من دیگه برم. هر جور راحت. فقط پلین از این صحبت ما چیزی نفهمه. باش، نگران نباش، چون دلم نمیخواد تو درد سر بیفته. باشه، نگران نباش. مگه تو این رو نگفتی که مشکلات پلین حل بشه؟ معلومه، فقط به خاطر اون بود، قصد دیگه نداشتم. باش، ممنونم. خواهش میکنم.
که باورم نمیشه. جنگ شده، دشمن حمله کرده، بمب دیگه چه صیغه‌ایه. آه دختر خوشگل من، عزیز دردونم، ببین چه وضعیتی شده. خدا ازشون نگذره. امیدوارم پسرم. ماما باشی اکشره تو ببر پایین، هواپیما داری میاد. آی 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 نزدیک بود هواپیما بخوره تو سرم. وای من خیلی ترسیدم. وای وای آی نه ترسیم بسیار. این هواپیما یه خلبان داره که بهترین خلبان دنیا. بیا خلبان من، بیا ببینم خلبان من. به مهمونمون خوش آمد نمیگی؟ خوش اومدین. ممنونم عزیزم. من تو رو نمیشناسم. تو دوست آبجی پلینی؟ بله درسته، من دوست آبجی پلینتم.